پاسخ مثبت طالبان با آتش بس حکومت افغانستان. دو روز پس از اعلام آتش بس یک هفته‌ای حکومت افغانستان در برابر طالبان، این گروه امروز آتش بس سه روزه در برابر نیروهای امنیتی افغانستان را اعلام کردند. طالبان در خبرنامه گفتند که جنگجویان این گروه برای سه روز عید مخالفان داخلیشان را آماج حمله قرار نخواهند داد. این گروه گفته است که نیروهای خارجی شامل این آتش بس نیستند و در هیچ جای در امان نخواهند ماند. اما عواقب این آتش بس چه خواهد بود و آیا منجر به حل مشکل افغانستان و آتش بس دائمی خواهد شد؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانم برای بحث بیشتر این موضوع احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، و تا دقایق دیگر هم محمد علی احمدی، فعال سیاسی، اینجا با من حضور پیدا خواهد کرد. خیلی خوش آمدین آقای طاهری. میخوام در نخست در مورد نقش شورای عالی صلح در این آتش بس بگوین. چه نقش داشته شورای عالی صلح و چه قدر خوشبین این آتش بس هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب رازقیار صاحب، خدمت همکاران تکنیکی تان و مردم عزیز افغانستان که همین لحظه ما را میبینن. لحظات رمضانیشان بخیر بگذاره. بدون شک پیش از اینکه به بحث بریم، شورای عالی صلح افغانستان از اعلان آتش بس مخالفین مسلح نظام و یا هم طالبان مسلح افغان در روزهای عید سعید فطر که اعلان کردن استقبال میکنه و آرزو داره که گام باشه به خاطر آغاز مذاکرات مستقیم و رو در رو بین مخالفین مسلح نظام و دولت افغانستان، به خاطر اینکه مردم عزیز افغانستان تشنه صلح هستند. هر لحظه هم منتظر هستند که یک صدای دادخواهی به خاطر صلح مشخص شود و حداقل برشان نوید بخش باشد. به او خاطر ما هم امیدوار هستیم که اعتماد سازی بر اساس اعلان آتش بس از دو طرف اعتماد سازی صورت بگیرد، تا یک در بین هر دو طرف، تا اینکه آتش بس ادامه پیدا بکنه و گام های دیگه که او اعلان آمادگی به خاطر تطبیق بسته پیشنهادی صلح افغانستان از طرف طالبان است را هم مشاهد باشیم و بر اساس اعتماد سازی که بینشان صورت بگیره، امیدوار هستیم که صلح و ثبات افغانستان را ما روزهای اول مذاکراتشان امسال شاهد باشیم. نقش شورای عالی صلح چی بوده در اعلام این آتش بس؟ نقش داشته یا نه؟ شورای عالی صلح افغانستان از هر اقدامی که توسط هر فردی از افغانستان در رابطه با دادخواهی صلح و گام های به خاطر حمایت و تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان برداشته میشه، حمایت میکنه. گام های شورای عالی صلح افغانستان بوده که شما در چهار ماه گذشته تغییرات کلی را در پروسه صلح افغانستان دیدین و امروز هم شورای آتش بس که صورت گرفته. اما یک چیز دیگر باید ما شما نادیده نگیریم که ملت بزرگ افغانستان و علمای کرام افغانستان، ملت بزرگ ما تقاضایشان صلح است و ختم جنگ است. علمای کرام افغانستان در دوشنبه گذشته وقت فتوای بی پیشینه و تاریخی صادر کردند، جنگ ناروا دانستند، در صفوف مخالف زیر سوال رفته کلانایشان که خوب آل ما به چه خاطر جنگ میکنیم. این به این معنا است که مردم خسته هستند از جنگ و پروسه صلح پروسه مردمی است، به رهبری و حاکمیت افغانستان است. هیچ راه گریز دیگه مخالفین مسلح نظام و یا هم طالبان مسلح افغان ندارند بجز ای که صدای مردمشان لبیک بگویند، صدای علمای افغانستان لبیک بگویند و آیات قرآنی و احادیث نبوی را که در فتوا آمده او را لبیک بگویند و بیان در میز مذاکره با حکومتشان بشینند، بعد از او باز چک بکنند. اما ما قدم اولی که برداشته شده و مسابقه چراغ سبز میبینیمش و امیدوار هستیم که بسته پیشنهادی هم حمایت شوه و اعلان شوه آمادگی هایشان به خاطر مذاکرات، تا اینکه ما تسهیلات بیشتر را در بخش خیلی سپاسگزارم آقای احمدی، به بحث ما خوش آمدین. چقدر امیدوار کننده است اعلام سه روزه آتش بس از سوی طالبان؟ باور دارین که این آتش بس منجر به صلح پایدار در افغانستان شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم جناب طاهری صاحب. علیکم السلام. با کمال تاسف با وصف از اینکه از طرف دولت افغانستان، شورای علما و بار بار از طرف نهادهای مختلف در ارتباط با دایه صلح طلبی مردم افغانستان صداهای حق طلبی بلند شده و این حق مردم افغانستان بوده به خاطر نیاز به صلح، نیاز به آرامش، نیاز به پیشرفت کشور، یک حقیقت تلخی که نباید نادیده گرفتی که از جانب مخالفین متاسفانه این صداها به قسمی که لازم بوده تا هنوز بازتاب نداشته. چطور یعنی؟ گرچه به خاطر از اینکه بار بار ما شاهد بودیم حتی به مناسبت های مختلف، ایام عید، آزاد کردن زندانیان به شکل انبوه و حتی آتش بس یک جانبه که از طرف دولت افغانستان همی حالا اعلام شده و در دوره حکومت دولت جناب کرزی صاحب که در این راستا واقعا بار بار بسیار با صدای رسا و بلند موضع صلح طلبی را و اون هم بدون قید و شرط از جانب دولت افغانستان اعلام میکردن، ولی متاسفانه از جانب مخالفین افغانستان اون قسمی که انتظار میرفت
ما اینجا فقط یک نکته میخوام اجازه طلب بکنم. ببینید همیالا جنگ در افغانستان جاری است، بدتر از جنگ در سوریه جاری است، حتی جنگ در نوار غزه بین عرب و اسرائیل جاری است، حتی در جنگ در یمن جاری است. در اونجا حداقل موازین آتش بس به خاطر رعایت حال مردم ملکی مراعات می شود. حتی در جنگ بین عرب و اسرائیل در نوار غزه با وصف تلفات و قصاوت های که صورت می گیرد، حداقل موازین انسانی و اصول مراعات انسانی در اونجا تا اندازه مورد تکریم احترام قرار می گیرد. ولی در افغانستان ربط به موضوع آتش بس طالبان دارد؟ کاملا می خواهم بگم که در افغانستان این بار اول است ما ایران به عنوان یک چراغ سبز به دیده نیک تلقی میکنیم، ولی خدا کنه که این اقدام یک اقدام جدی و عملی باشه، به خاطر ازی که همین امروز با واسه که از جانب طالبا سه روز آتش بس گفته شده، متاسفانه در رأس خبرهای بی بی سی الجزیره کشته شدن 17 سرباز در ولسوالی شنیدن، این خودش یک نوع عدم تعهد بشه. زمان آتش بس مشخص است آقای احمدی، فهمیدم روزای ایام عید است، ولی به هر حال میخوایم بگم که وقتی در بین دو طرف جنگ مسئله صلح و مذاکره و اعتماد سازی به میان میآید، حداقل موازین انسانی که باید مورد مراعات و احترام قرار بگیره همین است که حداقل از جانب دو طرف یک سلسله انعطاف و نرمش های صورت میگیره. ولی در با وصف که از جانب دولت افغانستان این موضع گیری ها به شکل بسیار مسالمت آمیز و قابل احترام و حتی مطابق با عنعنه اسلامی و انسانی و اسلامی افغانی ما بار صورت گرفته، ما تا حال از جانب مخالفین چنین عکس العمل و چنین برخورد را ندیده بودیم. و این که باز هم فکر میتونیم که یک سرآغاز میشه برای ادامه گفتگوهای سال این آتش خدا هست. کنه که باشه، ولی یک مشکل وجود داره، به خاطر اینکه اینجا از یک طرف دولت مردای افغانستان جنگ نیابتی میگیره، به این معنا که طالب یک مزدور است، مخالفین یک ابزار دست است برای کشورهای خارجی، ولی از طرف دیگر اعلام آتش بس یک جانبه و یکی ما با مذاکرات صلح میرویم، از طالبا صلح میخواهیم، شورای علما شورای صلح به این راستا همصدایی میکنن، و از اون طرف دیگر خب شما یک کسی که مزدور است، اجنت خارجی است، خود صلاحیت جنگ صلح خود نداره، چطور میتونه که در این راستا به اجابت صلح شما، به دعوت صلح شما لبیک بگوید؟ یک علامت سوال داره. کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه. آقای طایری، در 17 سال گذشته طالبان هیچگاه چراغ سبز به پیام‌های حکومت افغانستان نشان نداده بود. فکر می‌کنین چه چیز تغییر کرده که حالا آمدن به یک بارگی چراغ سبز نشان دادن و در برابر حکومت افغانستان آتش بس 3 روزه را اعلام کردن؟ اول خود جناب احمدی صاحب سلام خدمت شما تقدیم می‌کنم. بدون شک موضوعات خیلی سریع و رک و مستقیمی هست که تأثیر گذار بوده با این موضوع. یکی خود مردم افغانستان، وقتی که دیروز هر بسته پیشنهادی اعلان می شد، مردم قدر حمایه نمی کردن و قط اگر نگذاریم، اما امروز وقتی صدای خودشان است، بسته به پیشینه صلح افغانستان است که اعلان شده، مردم هم مسئولیت دارن، هم صلاحیت دارن، هم همکارانه و مسابقه همکاران پروسه صلح افغانستان نظارت میکنند از پروسه صلح افغانستان در هر نقطه افغانستان. امروز وقتی که صدای از هلمند بالا میشه، در یک ولایت دیگر در شمال افغانستان حمایت میشه، بس صدای صلح هلمند. وقتی از بلخ صدا بلند میشه، در قندهار حمایت میشه. در کل افغانستان وقتی که صدا حمایت میشه، وقتی که کاروان جوانان هلمند به کابل پای پیاده میان، خودش یک کار تاریخی است در رابطه با صلح افغانستان. موضوع دوم، موضوع علمای کرام افغانستان است. دیروز علمای کرام افغانستان متحد و متفق فتوا صادر نمی کردن، اما امروز شما دیدین بیشتر از 3000 عالم کرام افغانستان در 34 ولایت افغانستان در کابل جمع شده بودن و یک فتوای بسیار بی پیشینه و بی سابقه را، تاریخی را اعلان کردن. جنگ افغانستان را ناروا دانستن. تعداد علمای معدود در بیرون از افغانستان جهاد اعلان می کردن جنگ افغانستان را. ما قدم های دیگه هم داریم، گفتمان ها بین مردم آغاز شده. از مردم ما خواستیم که شما به مسابقه مسئولین حامیان دولتتان، حامیان نظامتان، حامیان قانونتان در سطوح مختلف افغانستان میتونین با مخالفین و مسئولین نظام میانجی شوین تا اینکه اونا را آماده بسازین با آغاز مذاکرات صلح. این موضوع بله. وقتی که بسته صلح اعلان میشه، هیچ رای گریز و مخالفین و مسئولین نظام مانده نمیشه.
بدون شک یک روز مردم سوال میکنن که طالبان یک گروه فروخته شده و مزدور هستند و اینها صلاحیت صلح و جنگ خود را ندارن. چطور خوشبین هستین که یک همچو گروه میتونه صلح بکنه با حکومت افغانستان؟ خب ما خوشبینی ما که گفتیم امیدواری بیشتر ما مردم افغانستان است که امروز مکمل استاد هستن برای بله درست است که مردم استاد هستن اما طالبان میگن مستقل نیستن. خب چطور خوشبین وقتی که مردم افغانستان استاد باشه دو را دارم طالبای افغانستان یا ای که جواب مردم را بدن که چرا صلح نمیکنن. خب جواب مردم را دادن در گذشته در نشست کابل پس از شما من جمله پرسه یک مزیر سوال نرم دومی که نشان بدن که افغان هستن مسلمان هستن و صلاحیت دارن در کارشان. اینی گام را که برداشتن ما رو استقبال میکنیم اما آقای احمدی میگن که اونها صلاحیت ندارن. ببینید ما بحث ما بحث صلح هست. ما میخوایم جنگ ختم شه از افغانستان. باز هم سر مخالفین ما صدا میزنیم که اگر صلاحیت دارن اراده دارن نیت دارن افغان هستن مسلمان هستن به افغانستانشان فکر میکنن مردمشان که از هلمند تا کابل حرکت کرده پایایشان اوضاعش خراب است حالت صحیشان خراب است اما به خاطر صلح پای پیاده می یعنی گام تاریخی است علمایشان فتوا میده بعد لبیک بگن در غیر و مقوله پشتو است که میگن دخل گذرد خدای زورده باز مقابل مردم استاد شدن برشان ناممکن است. سپاسگزارم آقای احمدی. در 17 سال گذشته حالا این یک حرف تازه است که طالبان میان اعلام میکنن مسئله آتش بس را. فکر میکنین حکومت افغانستان و شورای عالی صلح چگونه باید از این موضوع و از این فرصت پیش آمده استفاده بکنه به نفع صلح و جنگ؟ اعلام آتش بس سروزه یک فرصت بسیار عریض طویلی نیست که ما از یک توقع بسیار زیادی داشته باشیم گرچه میتونه یک مقدمه خوبی باشه بله، یک مقدمه خوب است اونم با توجه به اینکه سرسختی و لجاجت که تا حال طالبانشان میدادن و از طرف دیگه با تمامی صداهای صلح طلبی که مردم افغانستان شورای علما شورای صلح دیگر نهادها داشت و حتی زعمای کشور ما داشتن در این راستا کوچکترین انعطاف نشان نمیدادن یک قدم خوب است. خدا کنه که چنین شوه آرزوی مردم افغانستان سی آمال است ولی من فکر میکنم فراتر از مسائل داخلی مسائل خارجی تاثیرگذار است. در مسئله همین مرحله من فکر میکنم پیش از اینکه طالبا به خواست و اراده علما مردم افغانستان نهادهای مدنی دولت افغانستان تاثیرگذار باشه و همین آتش بس موقت بپذیره بیشتر از این من فکر میکنم تحت تاثیر فشار است که از پاکستان و اونم فشار است که از آمریکا بالای پاکستان وارد شده برامی در همین راستا من فکر میکنم که طالبا اینو میخواد به عنوان یک فرصت و اینجا یک چیزی که بسیار ناگفته نمونه است که تجربه ثابت شده بدبختانه در افغانستان 17 سال ما جنگ بسیار خونین تجربه کردیم. در این 17 سال نشان داده شد کوچکترین اصول اخلاقی انسانی اسلامی و افغانی برای مخالفین قابل پذیرش نیست و از طرف دیگه اینا به تمام معنا قسمی که قبلا گفته شد من سر حرف قبلی خود کاملا مطمئن هستم طالبان نشان دادن که به کوچکترین خواست مردم افغانستان احترام قائل نیستن ولی بالمقابل به خواسته باداران خارجیشون اگر پاکستان است قطر است عربستان است به اون نهادهای بیرونی بیشتر وابستن پس ما نباید خوشبین باشیم به این همین میخوام بگم از این جهت که اگر فشار بیرونی موازنه جنگ اصول اینجا مهم است اگر موازنه قدرت به نفع طالبا باشه که در میدان جنگ طالبا احساس برندگی بکنه من فکر نمیکنم که طالبا به این آسانی آتش بس بپذیره و به صدای صلح طلبی دولت و مردم افغانستان احترام قائل شود به خاطر اینکه در طی 17 سال ثابت شد ببینید جنایات که در طول 17 سال صورت گرفت از تلفات مردم ملکی از تجاوز به زنان و اطفال و تجاوز به حریم اشخاص و افراد این چیزهایی است که در تاریخ افغانستان در تاریخ دنیا سابقه نداشته برای همین اساس ما میخوایم بگیم که باز هم فشارهای بیرونی اگر نباشه طالبا به هیچ عنوان حاضر به پیش آمد در کنار صلح نیست و این فرصت هم فقط به خاطر این است که ببینه که باستابش چه اندازه برای اونا مثمر ثمر شده میتونه. سپاسگزارم آقای طاهری. فشارهای بیرونی بوده که طالبان آمدن آتش بس کردن تلاشهای شما و پیشنهادهای مردم کارساز نیست آقای احمدی میگن؟ خب جناب احمدی صاحب گفتن که فشارهای بیرونی را زیاد بسازن تا ای که طالبا وادار خب اونها گفتن که طالبا به صدای مردم و آنچه که علمای افغانستان میان فتوا میتن ارجحیت قائل نیستن. خب ما همی اعلان آتش بس سه روزه اگر چه کم هم است او را به دیده نیک میگیریم به مسابقه خب به چه اساسی؟ سودش چی اصلا؟ سراغاز خوبه است اینها میان آتش بس میکنن بعد سه روز اینها باز ادامه میتن جنگ را خب قسمی امی که حالا میکشن سربازان را آتش بس یا موقت میباشه چند ساعته میباشه یا طویل میباشه اما آغازش مهم است که اعلان شود آتش بس که خوشبختانه تغییر دیدگاه آمده در بینشان مجبور هستند صدای مردم افغانستان را بپذیرند حکومت افغانستان آماده مذاکره است و مخالفین مسلح نظام امیدوار هستند و طالبان
که هر اجندای دارن، هر موضوعی دارن، آمادگی خودشان بر اساس معلوماتی که بر ما آمده که تمایلات بیشتر شده در سطح مختلف رهبریشان، او را به زودی اعلان بکنن تا اینکه مردم افغانستان دیگر در جنگ و خون مصروف نباشند، توتای جیگر خود از دست نتن، اذیت نشه اجتماعی ما، رفاه ما ثابت شود، صلح و ثبات دائمی افغانستان تضمین شود. به این معنا که ما اگر یک قدم آتش بس را به دیده خوب میگیریم، یک قدمی خوب میشماریمش، امیدوار هستیم که چیزی که ما تقاضا داریم از مخالفین مسلح نظام یا میخواهیم از پیشان که او را انجام بتن، او است که بسته پیشنهادی صلح افغانستان بر ما مهم است تا اینکه آغاز مذاکرات را ما آمادگیش بگیریم، او را لبیک بگویند چون صدای مردم افغانستان است. و در سطح بیرونی هم بدون شک جناب احمدی صاحب ما میپذیریم چیز را گفتن، در سطح بیرونی هم ما فشارهای را سر حامیای مخالفین مسلح نظام و طالبان که بیرون است مثل پاکستان و اینا وارد کردیم. بخواهیم نخواهیم، منفعت افغانستان منفعت منطقه است، منفعت منطقه در منفعت افغانستان نهفته است، چون افغانستان چهار راه است در هر بخش. اما اون چی که به پاکستان برمیگرده، شما در چند روز گذشته شاهد بودین که مقامات نظامی پاکستان با رهبران شبکه القاعده و طالبان دیدار کردند، با اونها دستور شدت جنگ را دادن در افغانستان. ما چنین چیزی را نشنیدیم، اما شما نشنیدین، اما یک همچو دیدار صورت گرفت، ما اینجا بحث داشتیم. پاکستان تا به حال گام های عملی در رابطه با پروسه صلح افغانستان به خاطر همکاری پروسه صلح افغانستان بر نداشت، امیدوار هستیم برداره او را و نشان بده که به مسابقه همسایه خوب با صداقت و حسن نیت کارها را به افغانستان میخواه نسبت به گذشته تغییر بده، تغییر مثبت و همکار با دولت افغانستان. سپاسگزارم آقای احمدی. اگر پس از این آتش بس طالبا به جنگشان ادامه بدن، فکر میکنین پاسخ و کارکرد شورای صلح و حکومت افغانستان در برابر طالبان بالاخره چه باید باشد؟ ببینید، در یک جنگ استمرار پیدا میکنه به صرف یک آتش بس 3 روزه جنگ به نقطه پایان نمیرسه، یک واقعیت غیر قابل انکار است. همین حالا خبرها رو شما شنیدید که در کجاها جنگ جریان داره و چندین نفر از اتباع افغانستان که اونم مربوط به همین سرزمین است، فرزندان زمین وطن است، فرق نمیکنه افغان هستند، کشته میشوند. بنابراین از صرف آتش بس 3 روزه به عنوان یک چراغ سبز ما هم به عنوان یک افغان استقبال میکنیم و امیدوار به این هستیم که استمرار پیدا کنه و قدمه های خوبتر و بهتر بعدی داشته باشه. ولی حرف اساسی است که تا زمانی که دولت افغانستان بر اساس یک اتوریته لازم و برخورد قاطع با مخالفین بلنس جنگ در اختیار خود نداشته باشه، ابتکار جنگ در دست دولت افغانستان نباشه، دولت افغانستان از صرف آدرس تضرع و التماس بیاین آتش بس یک طرفه اعلام میکنیم، عفو یک جانبه اعلام میکنیم، به شکل انبوهی مخالفین از زندانها، از گونتانامو و از بگرام و غیره و غیره راه میسازیم، اینا تجربه تلخی است که مردم افغانستان میفهمه که به صرف انعطاف‌پذیری از جانب دولت افغانستان صلح کمایی نمیشود. برامی اساس ما میخوایم بگیم که در کنار از اینکه ما امیدوار هستیم که همین قدم مثبت و نیک باشه، امیدوار به هستیم که دولت مردای افغانستان بخصوص بازوی نظامی ما که عبارت از اردوی ملی ماست، این توانمندی رو داشته باشه که در میدان جنگ مخالفین عرصه زندگی رو برایشان تنگ بسازه، بفهمن که مزدوری برای اجانب جز تباهی و بربادی برای خودشان چاره‌ای نداره. برای او اساس اینا وادار خواهند شد که بیان به پشت میز مذاکره و در اون صورت ما انتظار جنگ خواهد داشت، انتظار پایان جنگ خواهد داشتیم. در غیر از اون صورت من فکر نمی‌کنم به این امتیاز دولت افغانستان یک هدیه برای مردم افغانستان تمایل داشته باشه. آقای طاهری، فشارده پاسخ آقای احمدی را بدین. خوب احمدی صاحب بسیار خوب گفتن، فضای جنگ افغانستان با 3 روز آتش بس تغییر نمی‌خوره، جنگ ادامه پیدا میکنه متاسفانه. اما ما وظیفه ما است با همکاری مردم عزیز افغانستان که ما به خاطر ختم جنگ و آغاز صلح صدا بزنیم و اگر آتش بس اگر بتانیم که اعتماد سازی بین مخالفین مسلح نظام و حکومت صورت بگیره تا اینکه آتش بس تمدید شود، یا هم اگر کارهای دیگه میشه بس پیشنهادی آغاز شود، اعلان آمادگی مخالفین مسلح نظام و آغاز مذاکرات صلح به رهبری و حاکمیت افغانستان، هم شما شاهد باشیم امسال تا اینکه موافقت نامه صلح امضا نشده و بحث مذاکرات آغاز نشده، بدون شک جنگ دوام پیدا میکنه. خیلی سپاسگزارم، منفعتش شاید بدگاه باشه اما نقصش افغان ها میکنن. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد. خدا نگهدار.